چشمش با منو دل با دیگر یار مرا بین یک بام ندیدم دو آشتا باشد مرا مجنون و شیدا میکنی. عبدالمحمد اماهنگ در سال 1306 خورشیدی در شهر کنی کابل در گذر خرابات به دنیا آمد. پدر و پدرکلانش نیز اهل موسیقی بودند. خودش می گفت در 16 سالگی پای شاگردی استاد غازی خان نشست و 6 سال تمام نواختن آموخت. وی همچنین 16 سال از استاد رحیم بخش از مشهورترین آوازخانهای محلی افغانستان آوازخانی یاد گرفته و زمان هم شاگرد استاد غلام دستگیر شیدا بوده است. استاد اماهنگ در اوائل در کوچه خرابات به نام بچه طلا معروف شد، چون پدرش طلا محمد نام داشت. او چند سال هم به نام عبدالمحمد شیدایی خوان. پس از آن مدت برای آموزش موسیقی به هند رفت و سپس به افغانستان برگشت و از استاد محمد حسین سراهنگ خواست او را در هنر موسیقی یاری رساند. پس از بازگشت از هند و شاگردی استاد سراهنگ، عبدالمحمد شیدایی به نام اماهنگ مشهور شد. در همین زمان بود که همکاری با رادیو کابل را آغاز کرد و حدود 250 آهنگ در رادیو و ده‌ها پارچه آهنگ هم در تلویزیون افغانستان ضبط کرد. سلطان اماهنگ که او ده‌ها نفر را نیز در زمینه آوازخوانی و نوازندگی آموزش داده است. استاد اماهنگ به اکثر ولایت‌های افغانستان برای اجرای کنسرت می‌رفت. او به خصوص در ایام سال نو به مزار شریف می‌رفت و تا 40 روز برای مردمی که از سراسر افغانستان به میله سال نو به مزار می‌رفتند آواز می‌خواند و این برنامه را برای 37 سال پیاپی ادامه داد و از این طریق با مردمان زیاد آشنایی حاصل کرد. استاد اماهنگ در دوره جنگ‌های داخلی و سال صدها تن از هنرمندان دیگر افغانستان مجبور به ترک کشور گردید. اما با سقوط طالبان دوباره به وطن برگشت و آوازخوانی را از سر گرفت. با این تفاوت که به اقتضای عمر و زمان این بار بیشتر به اجرای آهنگ‌های و سبک استادان غزل پرداخت. سرانجام استاد اماهنگ که 85 سال داشت شامگاه روز چهارشنبه 17 جوزای سال 1391 خورشیدی در اثر بیماری قلبی درگذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد.